من دارم ازدواج میکنم. اگه یه روزی بی سر و صدا بذاری بری، میام دنبال ترجا باشی پیدات میکنم. خسرو میدونم من الان رو مختونم، با هم حال نمی کنید، دارین تحملم میکنید. آقا مهران شما کارت حرف داره، حساب کتابت حرف. چی دیگه، ما عملا دزدیم. فستیواله جایزه 5 میلیونیش تایید شد. من سامی هم تجربه. ببین سامی پسر خوبیه، ولی هرچی باشه پسر تجنگیه. الان پای هر چیزی که میخوام وای میستم، پای برکه باستم تو تشم. ببین کاخ لعنتی، برکه چقدر میشناسیشون؟ دای خسرو باهاشون آشنا. فکر کنم خونه افسری باشه، تجنگی از این خونه ها زیاد داره تو دستم. تا وقتی قرارداد قانونی نبستی من پا تو اون خونه نمیذارم. نکنه یه اسمسا کار ترانه باشه. من همه تلاشامو کردم، میخواد همارو بکشم. بچه اونو هر خور داره شیفت دیلیت. همه ی دارایی من خرج میکنم، شیفت دیلیتش میکنم. یه جوری استخوناتو نه کنم. مثل مار دورم بپیچی، مثل مار دورم بپیچی. مگه میدونی کیه؟ تو برای چی بدون ماشین رفتی جایی؟ ماشین نداشتم بابا. از این به بعد خواستی بری جایی ماشین نداشت، بیا به خودم زنگ میزنی میام دنبالت، یا کیه بفرستم بیاد پیشت. باشه الان سوار ماشینشو برو. کجا برم؟ سوار ماشینشو برو الان. میگم برو دیگه، کار دارم، من خودم میرم. بلایی سرت میاد سامی. یه سر آقا من رو نگاه کن، سامی من رو نگاه کن، ببین چه اتفاقی میفته.
چیزیم نشده. چی نریختی؟ او تو همین الان گفتی پشیمون شدم که من الان پشیمون شدم. غلط کردم. تو خیلی بیجا کردی، غلط کردی. دیگه واسه من ادای عاشقا رو در نمیاری یا؟ چه ربطی داره؟ برانه برو بر. برانه دیگه برو بر. باش باشه دیگه. درو ببند. دنبال من راه نمیفتی ها. بله باش. نمیخوام کسی از تو دورم کنه، نمیخوام که یاد تو یادم بره. به من حق بده دیگه عاشق نشم، به من حق بده اینجوری بهتره. ببخشید بابا. نه جناب آرمان، حقیقتش این که من یه چند سالی جناب مطلق طلب رو میشناسم. خیلی حالا دوست خوبی هم هست واسه ما، خیلی به من لطف داشته تو این چند سال. امروز تشریف آوردن، حقیقتش این که نظر کارشناسی شما رو ما بدونیم. خوب خسته نباشی. سلامت باشید. شما قصدت اینه که دیگه بیاین تو مارکت دیگه جدی و حرفه‌ای؟ این حالا این چند تا کاری که خوندی من شنیدم، اینا رو تنظیم هم کردین؟ آره درسته. خب اینا من میتونم یه ذره راحت صحبت کنم؟ آره چون کار رو نمیشه با رفاقت و اینا قاطی کرد. ببین آقای
متقی طلب. آقای متقی طلب، به نظرم شما همین کار رو بریز دور دیگه الان، چون این کارا تو مارکت موسیقی الان جواب نمیده. الان یه جوری شده موسیقی ما که شما یا باید مثلا های های کنی یا هوی هوی کنی یا مثلا هوی هوی کنی. اوی اوی هم حالا بد نیست، میتونی یا باید پلی بک کنی یا اگه کارات کنسرتات نمیفروشه پلی بک میفروشه. نه، باید بری رو موج نارضایتی مردم پستای انتقادی بذاری، توجه مردم رو جلب کنی. خوندن صرف با این ملودیای قدیمی دیگه جواب نمیده برادر. اینه که به نظرم شما یه تجدید نظر کلی تو رفتار توی انتخابات و شعر و ملودی تو اینا بکن. قبل از اینکه بیاید تو هم میاد بعدش آهنگا رو گوش داده انجام بده. این امکانش هست. حالا ما بالاخره خودتون میدونید چند تا بخش داریم، تو یکی از بخش‌ها بتون ازشون استفاده کنیم. ببین نظر منو بخوای که خب یه مقدار با این بخشا که جایی نداره قطعا، چون اصلا فرق میکنه کار ما. پس کجا باید اینو بگنجونی؟ ببین حالا به خاطر آشنایی که شما با هم دارید و یه رفاقت دارید میتونه تو بخش آنتراک که دارم پذیره میکنم اونجا بیارم. امیر جان میتونه شروع خوبی باشه. سب کن حالا یه لحظه. سیگارم میکشن؟ من متوجه نمیشم چجوری میکشن و میخونن. میکشن دیگه، آدم وقتی که عصبانی میشه سیگارم میکشه. فقط داخل روشن نکنی. نه من... میخوام برم تو بالکن، میتونم از بالکنتون استفاده کنم. یه دو دقیقه من فقط وقتش. بابا این باید نظر بده، من که نباید بگم، کارشناسش ایشونه. یه کاری کنین لااقل تو این فستیوال اول بشه امیرم، خواهش میکنم. طرفو تو ده راه نمیدن، سراغ کت خدا رو میگیره. بعد شما اومدی میگی بدین اول شه، بابا نمیذاره تو بخش مسابقه بیاد. خانم یه حرفایی میزنینا. شما تا حالا عاشق شدی؟ شما میدی من شبا با قرص اعصاب میخوابم، اعصاب ندارم اصلا، هزینه میکنم هر چقدر بخواد هزینه میکنم. دوست داشتم چیکار کنم؟ چند لحظه شما به خاطر من تو رو خدا. آقا مسخره شد در آوردی نکن آقا. چی آقای آرمان چیه؟ من به خاطر رفاقتم با تو اومدم اینجا. بعد تو چرا اصلا حرفی نزدی؟ یه لحظه ساکت شو تو. خانم محترم تشریف ببرید. سیگار دستم ببخشید. با سیگار نیا. من فکر کنم اشتباه اومدم اینجا اصلا. من نمیدونم شما راجع به من چی فکر کردی. من کجای موسیقی ام؟ شما اینجوری اومدی به پولتو بره. شما پولتو ببر تو بازار ارز سکه. ساکت شو گفتم. آقای آرمان شما پولتو تو بازار دلار ببری بیشتر سود می‌کنی. نکنی خانوم، نکنی با موسیقی این کارو نکنی. ما صحبت می‌کنیم آقای آرمان. امثال شما که موسیقی رو خراب کردی. من با شما هیچ حرفی ندارم. با تو هم همینطور. یه دقیقه تشریف داشته باش. ببند دهن تو. برای تو متاسفم که وارد این بازیای کثیف شدی. خانوم همینو می‌خواستین. گذاشت رفت هرچم دهنش بود بهمون گفت. بابا هنرمندو مگه میشه خرید آخه؟ بابا اینا 10 نفرن، اولیو بخرید دومی سومی هر کدوم 10 میلیون پول میگیرن. اینا همه به کنار، فضای مجازی رو کجای دلم بذارم؟ فضای مجازی خودش چند تا شاخه است، اینستاگرام، تیزر شهری، نمیدونم بیلبورد فلان، اینا رو چیکار کنم؟ میخواد چقدر هزینه کنی آخه؟ اصلا واسه چی خواننده شه این؟ 200 میلیون هم به شما هزینه میکنم. تو ماله؟ بیا بزنیم، جنسش خوبه. آها، پس همه این ادا اطفارات به خاطر این بود. خیلی خوب. اگه فکر میکنی با این حال از این خط میام اون و نمیام، یعنی خوابشو ببینی بیا
میام وقتی که میخوام تحویل مرده شور خونه بدم بشونه. یه بار دیگه، فقط یه بار دیگه بپیچی به زندگی من، یه جوری میپیچم بهت گره کور بخوری. مدل خودم تو قبر سومت گفتم نفهمید. بچه ها وقتی راه میرن بزرگتر ها بهشون میگن پات رو زمین نکش، سر کش کش میدم. بعد بزرگتر که میشن دل بزرگتر ها برای همون سر کش کشه تنگ میشه. وقتی مجبور شی همیشه دمپایی پات کنیم یاد اون سر کش کشه میفته، یاد بچه که یاد. گرانمایه، مگه شهر هرته؟ مگه فکر کردی خاله بازیه؟ موچم ساک ساک رفتم؟ من الان قصد مهاجرت دارم، اگر خودم هم نمیخواستم اینجوری بشه. خانم محترم، زندگی مردم بازیچه نیست. قرارداد پدر من با آقای تجنگیه، به شما چه؟ انا وکیلون تجنگی، فکر کردی همینجوریه بذاری بری؟ حالا میبینی چه جوریه. شما فکر کردی مسئله شخصی رو میتونی با مسئله حقوقی و کاری قاطی کنید؟ آره. میدونی چرا؟ چون من یه زنم. همین حرف آخرته؟ آقا من اختیار اموالمو نمیتونم داشته باشم؟ شرطت اه؟ آتاجنگی؟ درم برساره دو خیر و خیر و ما رو به جنگش. من هنوز به شما بعد از این همه مدت که عروستون نیستم میگم بابا. میدونم شاید شما هم باورتون نشه ولی خود من موقع زنش بودم، من هنوز زنش بودم. من میتونم سامی رو ببخشم، مهم نیست چون عاشقشم. اون الان خره، فکر میکنه یه فرشته اومده تو زندگیش. سر احمق، اون اگه آدم بود وارد زندگی یه مرد زندار نمیشد. ببخشید تو، نمیخواستم اینجوری بشه ولی هیچ کس رو ندارم باش درد و دل کن. برای سرمایه گذاری رامسر هر کاری بگید انجام دم ولی یه شرط دارم، اگه انجام نشه حتی اگه مجبور بشم ضمانت نامه بانکتون رو میذارم اجرا.
ببخش، من به آخر نمیتونم از اینا بگذرم. نمیخوام شما از من ناراحت بشید. شرط چیه؟ برش گردونید سر زندگیش. خواهش میکنم. من میبخشم. هیچ وقت هم بروش نمیارم. دخترم بلدم چجوری از زندگی بندازم بیم. تو رو خدا برش کردی. دختر کیه؟ قهر زده خسرو. از این حرفایی درد سرش کم داری ولی که حالا این شد. با عطرت نبود میگفتم یکی شبیهته. های تجنگی تئوری تبعث شده. زیر دستی ها سر میزنی. چیزی شده؟ میگن یه روز میرزا کوچیک خان رسیده بوده تای خط داشته همینجوری واسه خودش گز میگرده. اینو تعریف کردی قبلا؟ این اون نیست خسرو، این تای خطشه. داشته همینجوری که میرفته یهو یه پیرمرد کوری میبینتش، میگه آی میرزا میرزا، برمیگرده نگاه میکنه ببینه پیرمرد کوره. تعجب میکنه. عجب میکنه ولی کلا. میگه تو که کوری از کجا فهمیدی من میرزا هم؟ میگه صدای کش کش صداش. چرا موها تو کش نمیبندی خسرو؟ خوشتیبتر میشی. باریکلا بخشی حواسان نمید خواهی خاموش. نه راحت باش. دلم خیلی برات تنگ شده بوده. بی معرفت تو نباید یه سراغی از ما میگرفتی بگین زنده است مرده است چیزی لازم داره نداره. ولی خوشم اومد. چه بساطی تو لیاقت باس بودن رو داری ولی پول تو به در و دیوار نمال. چشم جوجه مزغونچی مورد علاقه من. خودت هم میدونی من چقدر دوست دارم، از پسرم بیشتر، چون تو با عشق کار میکردی. کاری نداشتی من خطم راسته کجه، مسائل کار و با مسائل دیگه قاطی نمی کردی.
اینم برمیگرده به همون رویه مسخونچیت. چی میگین شما رویه هنری؟ من هر چی یاد گرفتم از تو بوده، همه جام گفتم، هر کاریو اینقدرم یاد گرفتم که بدونم الان من خرید ماشین نیومدی. قصو چی؟ اومدم قصو جون خواستم اومدم. میشناسم احتا جنگی من میشناسم. این خواهر زادت بگو پاشه از زندگی سامی بکشه کنار، حوصله یه بچه بازی هاشون رو ندارم. خیلی گیرم خسرو، خیلی گیرم. هرکی ندونه تو یکی میدونی. من دار و ندارم و گذاشتم سر پروژه رامسر، قمار کردم زندگیمو. الان دیگه نمیتونم تو اون این لشبازی های خوهرزاده ای تو رو بدم. الان خدا شاهده سند ماشینم هم گیره. مشایخ وقتی که سرشو گذاشت زمین تمام پولاش رسید دست دختره. دختره بخواد بکشه بیرون. من رفتم، منم که برم همه رفتیم خسرو، همه. الان دیگه من تو شرایطی نیستم یه حوث بچه گونه بخواد سیبیلامو کس بده. میفهمی؟ داری تهدیدم میکنی؟ نه، این فقط یه درخواست دوستان است. اونو من میارم، دو تا چای بریز. شکایت کن. باید شکایت کنه. نمیشه بابا. چرا نمیشه؟ یعنی چی؟ بابا طرف بهت مسیج داده، شماره داری ازش، اومده تو خیابون مثلا اسید پاشیده رو صورتت، حتما باید خود اسید رو بپاشه بری شکایت کنی؟ فکر کن واقعا اسید بود. بابا؟ اونا که اصلا نه بفهمن. نگران نباش. ترا خیلی ترسیدم بمیرم الهی، اصلا یه حالی شدم داشتم دیوونه میشدم. کار ترانه هست بعیده، آدم حسابی بود.
باشو قربونه. من تو کارتو موندم انگار نه انگار بار موندی تو همون 10 سال پیش چطه؟ من مادر مرده قد همه این سرمایه رو تو حساب میکردم الان میبینم نه اشتباه کردم یعنی خاک بر سر من الف بای پول پوله یعنی اینکه پوله که پول میاره متوجه میشی؟ حکم تو حکم این بچه ایه که بهش 1000 میدن نمیفهمه عشق اون جیرینگ جیرینگ 5000شو داره. آقا ببخشید این آقای بازگشت 3 بار تماس گرفتم من جوابش اینو چی بدم؟ غلط کرده بابا ردش کن بره نصارا فرسید 3-4 تا این تنباکوها بگیره. دختره پاپتی قربتی از اون بر دنیا بلند شده اومده اینجا چی سیفونه کشیده رو ما داخل میمردی؟ زیادی دست کشیدم سر کلش اینجوری شد. تو مثل این که متوجه نیستی نه؟ من تمام سرمایه‌ام رو گذاشتم تو پروژه رامسر همه رو اسمشه که مشایخ 50-50 شریکه مشایخ پول راکتش آورده اونجا الان دختره پولشو میخواد بکشه بیرون یه روز خودش زنگ میزنه یه روز وکیلش زنگ میزنه یه روز ننش زنگ میزنه تو فکر میکنی من نمیدونم این بازی ها واسه چیه؟ والله میدونم بازی ها واسه چیه. این صفی که شما اولش واسدی من تهش واسدم 2-2 میشه 4 جیب این نشد جیب یکی دیگه چه فرق واسه سر نزن بابا واسه من شعر لب کرسی نخون این قیقاج و ویراژی که داری تو این جای سفت میدی واسه همین 2-4 هاست داخل اولاغ این 4 واحد اقتصادی که با بی ام و میری پاسش میکنی من گاری هل دادم بلدش شدم ده اگه ننت نبود پول تو جیبی تو بهت نمیداد و این دفتر دستکو نداشتی که دوره برت کسی نبود که با تو هم من دارم گند تو رو با قند تفت میدم حواست کجاست؟ سرتو بیار بالا. چی باید بگم الان؟ من هرچی بگم شما الان یه چیزی بهم میگی دیگه پس بهتر ساکت باشم تا حرفاتون تموم شم. حرف آخرم هم اول بهت میزنم تکلیفتو با این دختر ترانه معلوم میکنی وگرنه من خودم یه فکر میکنم یه بار دیگه حرفامو تکرار میکنم بحث 200 میلیارد پوله فرق دلار و تومنو میدونی چقدره؟ بابا رکوده ده هتل نره بالا که باید بشنیم علف سبز چه رو خاک میخوای کاسی چه کنم بگیریم دستمون بریم سرای مخبر دوله خانوادگی گدایی کنیم؟ آره؟ شل بگیری سفت خوردیم حواستو جمع کن پول دود میشه میره رو آسمون اول هم میره تو چشم تو حالا دیگه خود دانی الان تموم شد حرف بزنم چرا فکر میکنی من نمیفهمم این چیزا رو من این چیزا رو پیش خودت یاد گرفتم فقط یه چیزی هم میدونم رابطه من و ترانه تموم شده اینم شما بفهمید منو با یه خداحافظی خوشحال کن لطفاً گروتو گم کن بیا بیرون زندگی بیا بیرون 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 بیا
رها. نیست. تو یه زنگ بهش بزن شاید تلفنت رو جواب بده. دفعه اولش نیست، فقط داره منو زهش میده. شک ندارم الان یه جایی تو سایه رفته نشسته داره به جیش من میخنده. خب که چی بشه؟ ولی خب دست من نیست، نگران میشم، دیوونه میشم. شده باز اینو بسته ای؟ ها هرس خورده ای؟ نکن نکن اینجور بابا گردن تکون نده دیگه. خیلی خوب اینو بسته که گردن تکون نخوره دیگه. خیلی خوب الان بریم باشه. قضیه منه. چرا هرچی میشه تو به خودت میگیرم؟ چه میدونم، گفتم شاید نشستی شب تا صبح راجع به من فکر کردی و دوره اینو بسته. میشه تکونش ندی گردنم درد میکنه. بدم درستش میکنم، ببخش. خب چیه پس؟ از یه چیز راستان هتل رامسر و مشایخ. خب آره دیگه، یارو میخواد پولشو در بیاره. از پولشو در بیاره، فدش سرت. بعد سرم 200 میلیارده. چی میگه؟ ریاضی تا میلیون خوندی؟ آره الان کی 200 میلیارد پول داره؟ اونم نقد. همه یا پولاشون رو خوابوندن دلار خریدن علف سبز شه و هم که ایشکی الان پول نداره اونو بخره که تجنگی کل خاندانش و زندگیشو بفروشه، نمیتونه اونو بده. دلم براش میسوزه. آقام داره حرف حساب میزن. خیلی بده بیرا بهم گفته ولی واقعا حرف حساب میزن. حساب کتابش درسته. رو حرف یک کسی حساب کتاب کرده که برام زده مرده، همه کارم شده تر. دخترش اونم که قاطی کرده میگه شراکت تموم. تجنگی هم فکر میکنه به خاطر من لج کرده. شبت شدم چوب دو سرگو. بله نمیشه یه قدرم بوق میزنم؟ گاز بده دیگه لگنو. برو مسکل آقا این فتو که یه ماشین انداختی زیر پا. گاز بده دیگه. بی تربیتی نکن آقا، برو. اصلا میخوای چه غلطی بکنی ها؟ استغفرالله.
سامی ولش کن. خدا وکیلی باید شطور سوار شی تو. حیف خونواده با همه. رو سوسو. بزن بغل یه دقیقه. بیا بغل. بچه بزنه بغل. به هیچ شرایطی از ماشین پیاده نمیشه. از ماشین پیاده؟ پیاده نمیشم باشه. گردنت مواظب باش. آروم. یه ذره شلش کن. که دارم الان میکنم انتخاب خودم بود، تو هم انتخاب من بود، پای همه چی واسدادم، پا هم واسد. یک کاری نکن برگردم ببینم تو هم مثل همه اشتباه بودی. دروغ نگو. رو راستم فقط. فقط. یه چیزی خیلی اذیتم میکنه. ناراحت نمیشه تو یا؟ نه. قول میدی؟ قول. کفشت این دفعه واقعا لنگه به لنگه است. نگاش کن.
ببینم روز اینجا گرفتاریم دیگه. نگاه کن سفید خبر خالی سفید صورتی بر بذاری. یه سفید صورتی اینجا، یه سفید صورتی خوبه. ول کن وا بده سر جدت، ولش کن ما کار داریم. سلام برو پی کار بزن، کارشو بکنه. نگاه کن لایتینگ اونجا، یکیش بنفشه یکی سفید. قطع کن خجالت بکش. خدافظ. به زنگ میزنم و جواب بدی. نمیتونم بالا رو بخونم. بابا یعنی چی نمیتونم؟ نمیتونم. این چه حرفی خلیلی؟ بابا من بالا نمیتونم بخونم. میتونی. یه بریم یه چرخی بزنیم که حالا جایی دوباره بگیم. بخونم خودم. بذار زر بر خودم بشه. میچه؟ بخون. باشه. نه میتونم. الان به قرآن داد میزنم همه رو میریزم اینجا. پروانه درد سر میشه برامونا، جونه بچه در رو باز کن. یه فکرامونو بریزیم رو هم ببینیم کجا میتونیم پیداش کنیم. Then we can start it. Okay, go ahead. Go ahead. آقا یواش. یه ذره درد داره ولی باید تحمل کن. خوشتی منو. آقا نمیشه. نمیشه مال سوسنه. یعنی چی نمیشه؟ شما یه دونه سامی رو نمیتونی راضی کنی برگرده بشه ترانه. الان به من میگی که این کار به این گندگی رو انجام بدم. الان تو این شرایط که این همه تحریم و داستان دلار و فلان یارو نمیخواد. نمیتونه بیاد اینجا الان سرمایه گذاری بکنه. من چیکار کنم بابا؟ نمیتونه. سر چموشه. نمیشه. باید یه جایی گزین کرد. شما از اون ور حمایت بکن، اون با من. بابا هیر بود. من اگه به جای تو بودم این همه انگلیسی و بلبل حرف زده بودم، برج ایفل و برج میلادم فروخته بودم رفته بودم. عین میگی ولی دیگه چجوری کاخ داد مستری فون. قربونت برم. الان شما 4 تا لیسانس هم داشته باشی، 6 تا زبونم بلد باشی، تو این شرایط یارو نمیاد. ترجیح میده بره افغانستان سرمایه‌گذاری کنه، نیاد اینجا. تو این کارو نیست. از وقتی که رفتی قاطیم جوجه موجه ها شدی این بچه سسول مسلا اون کاره نیست. ببخشید آقا، گیتی خانم تشریف آوردن. گیتی خانم؟ دیگه هرچی هم منو نخوای از قهوه من که نمیتونی بگذری. والا نمیتونی. میتونی؟ قهوه تلخ میخواهم که مردفکن بود زورش. خدمت شما فهمید. این هم قهوه یا تجنگی اینجا. مامان
رنگ موهات بهت میاد. تو مراسم دیدم. عرض کردم رنگ موهات بهت میاد. ممنون از لطف شما. تلخیت اسیرم کرده. اگر الان اینجا هم فقط به خاطر اون بچه هست. موبیست یه نگاه به خودت بنداز. همه چی داری جز عشق. به جز یکی که بخوادت. یکی که بهت حس داشته باشه. ترانه و سامم ماجراشون مثل من و توه. فقط چون یه زن و مردش عوض شده. بذاریم بچه واسه خودش زندگی کنه. یه بار واسه دل تو زندگی کرد. بسه. واسه سرمایه گذاریت هم بهتره به فکر یه چیز دیگه باشی. بچه من گوشت قربونی نیست. کار ترانه است، چون این دکتری که تو شما چاقو گذاشتم گلوش چپ و راستش یادش رفت. جایزه امشبمون مبلغ نقدی 50 میلیون تومانه. شما سیگار ببینیم پیره مرده چی میگه. پیره مرده کی؟ تا جنگیری که بابا درمرد یه نو خود به آیندت فکر کن. الان فکر آینده منه. مارگو. بله. من بچه نیستم و ببنده حالتون. من تصمیمم گرفتم. یکی خسته شدم با من از این رابطه یه این شکلیه. یه همش نمایش، همش سیرک رو ازش. خدایشم نمیفهمم اصلا، نمیکشم دیگه. نظرم باید تماش کنم. منو معتاد دیوونه کرده. چرا نمیخوای بفهمی؟ از امروز خسروی میشم که خودم هم نمیشناسمش. بشین تماشا کن. تی گذاشتی پارچی، دنبال چی بودی تو رابطم با موچین؟ بیمرام ببینن و زمین ورام، ببین نشد که از فکر تو درام. بیمرفت بدون که برم میاد من ازت، و این که میتونست رکب نزد دلم به عشقمون لگد نزد. بی معرفت بدون که برم میاد من ازت، و این که میتونست رکب نزد دلم به عشقمون لگد نزد.
که میشد باشه جای خالی، حتی وقتی بودی انداختم پایین سرم و بازم آخرم نموندی. تو میدونستی که این دل چجوری آغونت، نگفته بودی نه که بیمرامی ته قانونت. بیمرفت بدون که برم میاد من ازت، و این که میتونست رکب نزد دلم به عشقمون لگت نزد. بی معرفت بدون که بعدم میاد من ازت، با این که میتونست رکب نزد دلم به عشقمون لگت نزد.